الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن وعلى قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم بني النقان نهاية كرامي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله متعال را سپاس هستم که هم در برنامه اقرا از تلویزیون جهانی یک خدمت هموطنان گرامی خود قرار دارم بس امروز ما پیرامون جایگاه انسان امین از دیدگاه اسلام است یکی از ارزش های مهم دینی ما امانتداری هست امین بودن هست که اللهم تعال در قرآن کریم در موارد مختلف بالای آن تعکید فرموده در سوره مبارک انصا اللهم تعال میفرماید که ان الله یعمرکم بتحقيق الله متال امر میکند شما ان تؤدوا الامانات الى اهلها کہ رب اهل آن بسپار امام شوکانی رحمه الله در تفسیر فتح القدير تحت أذي آیه مبارکه بيان میکنه که این امانت همه افراد را شامل میشه که بعد امین بوده باشند بزرگترین امانت فرایز الهی است که مسلمان باید به با او پابند بوده باشد و او را باید متوجه بوده باشد همچنان رب العالمین وقتی صفات انسان های متقی و بهشتی ره بیان میکنه یکی از ویژگیهایشان امین بودن هست اللهم تعال میفرمایه که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون آنانی که امانت ره مراعت میکنند امانات را به آن توجه میکنند و وفا بهد میکنند ا از جمله انسانها هستند که الله مطال انار دوست دارم همچنان در آیه دیگی از قرآن کریم رب العالمین ایرا بیان میکنه که انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض ما پیش کردیم امانات ره به آسمانها و زمین والجبال بكوها فأبين إبا ورزيدن أن يحملنها كورا حمل بكونن اشفاقنا منها وترسين ازون ك مفاسينين بيان ميكونن كي إي أمان عبادة اختياري هست كي تنا إنسان ها جنيات إلى پذير رب العالمين لعبادت بكونن بس امانتداری در اسلام یک اصل بسیار مهم هست وقت انبیا علیهم السلام پیام الهی ره برای قومشان بیان میکردند از زمان حضرت نوح علیه السلام لی رسول الله صل الله عله وسلم ای ره بیان میکردند که انی لکم رسول امین مه برای شما پیغمبر امین هستم حرت نوح عله اسلا وسلم یغمبر امین بود از آدم علیه اسلام شرو آدم عاسا یغمبر امین بود حر ن ع اسلام ندنا سال قومش ره به توحید فرا میخوانه و جز اندک در کسان نمیذرن احام الهر اللهمتلب ن ع اسلا امر مکنه ک وصنع الفلک وکلما مره عليه, مر عليه مل من قومه ن عاسلا کشتير جور بکنه و کشتي ن قدر عظیم بزر بوده باشه که دارای طبقات باشه که از انسانها از حیوانات جوره های را با خود حضرت آدم نبی با کشتی حضرت با کشتی بگیره و زمانی که نوح علیه السلام آغاز کرد کار کشتی سازی را به اساس امر الله مطال و الله مطال ایره فرمود که هرگاه از تنور آب بیرون شد ای امو علایم عذاب الهی است که طوفان شدید میشه باران میشه و انسانهایی را که اونا توحید را نپذیرفتن در عذاب الهی گرفتار میشن و وقتی که نوح علیه السلام کشتی را جور میکرد قومش او را تمسخر میکردن اما زمان عذاب الهی آمد طوفان شدید شد باران شدید شد نوح علیه السلام با کسانی که توحید ره پذیرفته بودند انا به کشتی سوار شدند با جورهی از حیوانات وانا نجات یافتن و همیره باقی ر اللهمتال غرق کرد حتی پسر حر نو عه الا وسام که پیام الهی ره نپذیرفته بود اللهمتال به ن عه اسام فرمود انه لیس من اهلک این نیست از اهل تو انه عمل صالح به کو عمل صالح نانجام انجام نداده پس بنان عذاب الهی می آید و همه را هلاک می کند و زمانی که نوح علیه السلام پیام الهی را بر قوم اجداد برشان فرمود که و ما اسالکم علیه من اجر ان اجریه الا على رب العالمین مه در مقابل دعوتو پیام الهی از شما کدام مزد ره نمیخوایم مزد که رب العالمین به مه عطا میکنه او بزرگترین مزد هست و خودره معرفی می کنه که انی لکم رسول امین فاتقوا الله و عطیعون م بر شما پیغنبر امین هستم از الله بترسین و مره پیروی بکنین قومش وقتی که نمیپذیره عذاب شامل حالشان میشه به می شکل رت صالح عله السلام ضرت خود نبی به قومشان دعوت میتن قومشان را به توحید فرا میخوانن حرت صالح عله السام قومش ره به سوی رب العالمین فرا میخوانه اما قوم نمیپذیره وعویکوزبینمی حرت موسی علالاوسا زمان ک ربالعالمین برش توفیق نصیب میکنه حتی دوران کودکیشره که در خانه دشمنش الله اور پرورش میته که و فرعون بود چون فرعون خواب دید که آتش از طرف فلسطین می آید و حکومت مصرش را از پیشش برهم می زند وقتی که کسانی که تعبیر خواب می کنند اونا را جمع کرد برشان فرمود که اینمو یک خواب را دیده تعبیر است اونا گفتن فرزند از بنی اسرائیل تولد میشه و این باعث محو حکومت تو میشه فرعون که جبار بود ظالم بود امر کرد که یذبحون ابناءکم شما ذبحه بکنید فرزندان بنی اسرائیل ره و یستحیون نساعکم و شما نگاه بکنین زنده زنانشان را ساکر فرعون خانه به خانه در پی فرزند نوتولد بودن و اور سرش ره میبریدن اللهم تعال به مادر حضرت موسی علیه اسلام الهام کرد که اناقذ فیه فی في الطابو و اوحینا الی ام موسی و وحیه کردیم ما به مادر حرت موسی علیه اسم اناقذ فیه فی في الطابوط که اور قرار بته در صندوقچه

راز به قصر فرعون می و خانمش که اولاد نداشت آسیا نام داشت موسی علیه السلام را که میبینه نامش موشی یعنی عذاب گرفته شده میمانه که انشاءالله ادامه از این داستان را بعد از وقفه بیان میکنیم دوستا وقفه داریم و بعد از وقفه انشالله دوباره بر میگردیم با ما باشین با سلام مجدد خدمت هموطنان نهایت گرامی قبل از وقفه پیرامون امین بودن حضرت موسی نبی صحبت می کردیم و داستان قرآنی را که الله مطال در سوره مبارکه قصص بان اشاره می کنه که وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي ما وأوحينا إلى أم موسى وهي كردم موسى عليه السلام وإيوحي إلهي اي بود كي موسى النبي در صندوق بگذار و او را النيل بر رود نیل و امر الهی بود وقتی که موسی علیه السلام تولد شد. مادر موسی علیه السلام طفل بسیار زیبا را که موسی نبی بود در صندوق ماند و ایرا گذاشت به ساحل در یاچه و ای آمد به قصر فرعون چون فرعون فرزند نداشت خانمش وقت نگاه کرد که طفل بسیار زیبا هست او را داغوش گرفت نامش موشی یا موسی از آب گرفته شده من و ای حکمت رب العالمین که اللهمتال گف ک در کلامش که یخذه عدو للی وعدوالله عن دشمنم دشمن و و تو ایر میگیره و در خان یا در قصر فرعون حضرت موسی علیه اسلام بزرگ میش فرعون که در پی ازی میباشه که هر طفل ک از بنی اسرائیل است او را باید به قتل برسانم وقتی که آسیه خانم فرعون او را با غوش میگیره گریه میکنه و هر کسی را که میاره که او را شیر بته شیر کسی خانم را نمیگیره بلاخره عساکر فرعون در پی میشن در پی ازی که خانم را پیدا بکنن که ای تفل شیر بته و ای آرام شوه در قرآن کریم زیبا بیان میکنه که وقتی که مادر موسی علیه السلام موسی نبی را در صندوق گذاشت خواهر موسی را گفت در پی صندوق باش و زمانی که خواهر موسی علیه السلام دید که ای افراد در پای کسی هستند که بعد ای طفل یعنی موسی علیه السلام را شیر بیتک آرام شود گفت ما اتر خانه میره بر شما معرفی میکنم که ای طفل ره شیر میته و آرام میشه مادر موسی علیه اسلام ر معرفی کرد مادرش ر و مادر موسی هم در قصر آمد و ای طفل ر شیر داد ای نظام الله متعال بود کمت اللهمتعال که دوباره مادر به فرزند نزدیک میکنه و زمان ک حضرت موسی علیه اسلام جوان میشه روز میره به با بازار مص که یک کسی که او قبطی هست یعنی از افراد فرعون است و یک کسی که از بنی اسرائیل هست ایره اذیت آزار میکنه فیزیکی میزنه موسی علیه السلام این شخص را میخواد و یک مشت برشوار میکنه و ای جای به جای میشه در حال که نیت موسی نبی نبود که از بین بره اما این فرد از بین میره و این موضوع آهسته آهسته در میان مردم مطرح میشه باز فردا وقت موسی علیه السلام میاد در بازار که باز هم امی شخص با کسی دیگه درگیر هست و با بالاخره باز امو فرد صدا میکنه که فلان شخص را که دیروز کشتی آل هم میخوای مرا از بین ببری یک فرد صالح و نیک از دور منطقه شهر میه و با موسی علیه السلام میگه که کلانا و بزرگا از فرعون جمع شدن و میخوان تو را از بین ببرن حضرت موسی عله السلام سفر میکنه به طرف مدین که هشت روز بعد ای پیاده سفر بکنه با بسیار مشقتها مواجه میشه چون حدیث رسول الله ص الله عله وسلم است که اللهموتعال سختترین امتحانشره به انبیا علهم السلام میاره در ی ه نان وجود نداره گیا میخوره و بسیار ضعیف و ناتوان میشه تا که امو ایام را سپری میکنه وقتی که به مدین داخل شهر مدین میشه میبینه که تعداد مردم هست که گوسفندهایشان را آورده آب میته و دو خواهر هستن که اینا دورتر استاد هستن و اینا را اجازه نمیتن که بیایه موسی علیه السلام از اینا پرسان میکنه که چی باعث شده که شما گوسفندهایتان را شما آب نمیتین داستان را بر موسی علیه السلام میگه موسی نبی اینا را کمک میکنه وقتی که اینا را کمک میکنه اینا دو دختر حضرت شعیب نبی بودن و اینا میره نزد پدرشان و موسی علیه السلام در زیر یک درخت بسیار خسته و زله هست که میکنه دعا میکنه ربي رب أنزلني منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین رب انزلنی منزلا مبارکا الله برما عطا کن رزق با را عطا کن تو بهترین رزاق هستی در اینجا وقتی که داستان موسی عليه السلام را دو خواهر دختران حضرت شعیب نبی و پدرشان حکایت میکنه که فرد آمد که انسان نیکو بود ما را همکاری کرد و یکی از دختران میگه که یا ابت استعجره این خیر من استعجرت القوی الامین ای پدر ای فرد را کار بگی چون دو صفتش را بیان میکنه که هم انسان قوی و هم انسان امین بوده چون بحث ما پیرامون جایگاه انسان امین از دیدگاه اسلام هست ببینین که امانت حضرت موسی علیه و السلام را که علما مفسرین بیان میکنند که موسی نبی چشمهایش را نگاه کرد حفظ کرد و با نامحرم به دو دختران پیامبر نگاه نکرد وقتی که حضرت شعیب علیه که ضعیف میباشه این موضوع را خبر میشه دخترش را روان میکنه که فرد را پیش من و می آداب آمدن دختر پیامبر الله متعال در کلامش بیان میکنه که بسیار معدبانه با حجاب که ای دختر داشت نزد حضرت موسی علیه السلام میه و ای را پیش پدرش میبره و بالاخره ده سال را حضرت موسی علیه السلام خدمت ای پیغمبر میکنه و دخترش را به نکاح میگیره و زمانی که دوباره میخواه حضرت موسی علیه السلام که برگرده به طرف مصر در مسیر را در وادی در کوی تور در ایجا در وادی تو شب می باشه و در پی از میشه که آتش را پیدا بکنه چون شب سرد بوده و خانمش هم حمل و داشته و مریض بوده در رب العالمین با موسی نبی کلام میزنه موسی علیه السلام از دور نگاه می کنه که روشنایی نمی بینه وقتی که نزدیک میشه رب العالمین بزرت موسی علیه السلام م قرآن کریم از او م اشاره میکنه و برای ما بیان میکنه ک الما میفرمه ک ان بالواد المقدس تواا موسی تو در واد مقدس توا ست میه ک بدست تو چ مبدت م ا م ت بایی چی میکنی؟ میگه توکه و علیها و احوش به علی غنمی و لیفی ها معارب اخرى بایی برمه و گسفند خود برگ میریزانم و کارهای دیگه هم میشه الله برش میگه که بینداز حسایت را ای موسا وقتی که موسا علیه السلام حسایش را میندازه یک عجده های بسار بزرگی میشه و موسا علیه السلام میترسه الله برش میگه لا تخف نترس و ای معجزه بزرگ ره اللهمتال برش میته و دومین معجزهاش ای میاشه ید و بیدا میباشه که دست مبارکش ره وقتی به جیبش یا به گریبانش داخل میکنه روشنای میته اللهمتال به موسی علیه السلام حکم میکنه که برو پیش فرعون انه طقا بهخاطر کو توغیان کرده او سرکشی کرده گمراه است و دیگرار م فووب تویدفرابنموسی عله السلام درخاست مینب ربالالمیناله برادرم هارونر با م وزیر بگردان تابتنمم دعوتخود خوبتر پیش ببرم وجعنی وزیرا من اهل هارون خشدبهی زریه و همچنان در دوران کودکی زبان موسی عله اسام مشکل داشت ای دعا ر م کد که ربشلصدریاالله سینهمر بازکن واللعقدا من لسانی گرا زبان مر بازنااللهملیفق قولیتبفماونا سخنم بفهمن کسر ک م دعوت میکنمالهمطالدعموسنب و صحتمندی و عافیت برش عطا میکنه وقتی که موسی علیه السلام که بزرگترین امانت الهی که امانا وحی الهی بود دعوت الهی بود رسالت الهی بود میاره و امانت را به اهلش میرسانه که بزرگترین امانت امانت معنوی و دینی هست که انسان مسلمان باید به با او توجه داشته باشه موسی علیه السلام پیش فرعون می آیا و او را به سوی توحید فرا می خاند. دوستا وقفه داریم و بعد از وقفه انشالله دوباره بر می گردیم با ما باشید با سلام مجدد خدمت هموطنان نهایت گرامی خب پیرامون امانتداری حضرت موسی علیه صلات و سلام قبل از وقفه صحبت می کردیم و یک سوال رحم برادر ما احمد مورید از خیرخانه مسج کردن که فرمودن چگونه ما از حسادت دوری بکنیم یعنی چه کار را انجام متیم که حسود نباشیم بلیم یکی از امراض باطنی، امراض قلبی که انسان را در بسیار مصیبت ها مواجه می کینه و حسادت هست و این دلالت به ضعف ایمان انسان می هرگاه انسان مسلمان ایمانش قوی شود، باز با کس حسادت نمی زیرا مسلمان که ایمان قوی داره، او قناعت داره با آن شکل بر برش عطا کرده. هنان چی کلا برش عطا کرده با او قانی هست و شکرانگی رب العالمین ادا می کنم هیچگاه ای توقع را نداره که از دیگرا گرفته شود بری داده شود بلکه ایده میفهمه که رب العالمین در کلامش بیان فرموده که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر الله ذات است که بخواه کسی رزقش را بیشتر میکنه، به کسی کمتر میته، به کسی زیبایی میته، به کسی علم دانش میته و بسا موارد ای اسباب هم داره که الله مطال اسباب را محیا کرده و خود بنده هم زحمت بندگی خود را کرده پس الله ما در قرآن کریم بیان میکنه که انسان مسلمان باید پناه ببره رب العالمین از شر انسانهای حسود و من شر حاسد اذا حسد از شر انسان هایی که حسد میکنن به الله متعال مسلمان پناه ببرم. زیرا اکثرا جرم و جرایمی که ما مشاهده میکنیم میبینیم وقت علتیابی میشه بیشتر موارد در ایجا حسادت ها دخیل است که به اساس حسادت یک جرم رخ داده و رسول الله صلی الله علیه و می میفرماید که حسادت کردن قسم هست که مثل که آتش هیزم را محو می کنه از بین می بره اینمی حسادت اعمال نیک انسان هم محو می کنه و از بین می بره پس ما باید به با قضای الله خود راضی بوده باشیم آنچه که الله به ما عطا کرده شکرش را ادا بکنیم وقتی می بینیم که یک بنده خدا چیز را با خود داره ما از الله خود بر خود ایمان صحتمندی و عافیت را میخواهیم این بهترین روش هست بزرگوار در رابطه به جایگاه انسان امین از دیدگاه اسلام عزیز صحبت می کردیم که رب ما انسان امین را دوست داره که امانتدار باشه خیانت نکنه در امانت مال یک کس نزدش است او را حفظ بکنه آبرو عزت یک مسلمان را باید حفظ بکنه سخن کسی نزدش امانت است او را باید سرش را به دیگران آشکار نکنه ای را اسلام عزیز تاکید میکنه چی ای امانت ها امانت های مادی بوده باشه پول یک کس پیش ما هست. امانتی را نخوریم برشه دوباره برگردانیم مال کسی هست پیش ما چی ای امانت ها امانت های معنوی هست که رب ما بر ما علم داده که علم خودش یک امانت بسیار بزرگی هست که باید ایره بس اهلش برسانیم علم را کتمان نکنیم آیات و قرآن را تر آنچه که بیان شده باید به مو اهلش او را برسانیم و در رابطه به امانت ها صحبت کردیم که بیا علیه السلام امین بودن داستان حضرت نوح علیه السلام حضرت صالح نبی و موسی نبی را پیرامون امانتداری بیان کردیم که وقتی قرآن کریم از ای پیغنبرای بزرگوار اولوالعزم در کلامش برای ما بیان میفرمایه که همیشان زمانی که قومشان را به توحید فرا میخوان برشان می گفت که انی لکم رسول امین مه برای شما هستم پیغنبر امانتدار که بزرگترین امانت همانا توحید الهی است که اور بر همه افراد رساندن دین الله را به دیگران رساندن ای بزرگترین امانت معنوی هست موسی علیه السلام در کلام اللهمتال خواندیم که توصیف کرد دختران حضرت شعیب نبی حرت موسی علیه اسلام را به همچنان امانتداری و قوتش و داستانش ر الله مطال در سوره مبارکه قصص بیان میکنه که قبلا قبل از وقف هم قسمتش را بیان کردیم که زمانی که حضرت موسی علیه السلام نزد فرعون می و او را دعوت میکنه یعنی بزرگترین امانت الهی را به اهلش می رسانه او توحید است فرعونی که او پاچای مصر بود حکومت می کرد و کس جرأت نداشت که در مقابل از او استاد شوه رب ما به موسیی نبی و هارون نبی اینمی توفیق ر داد که فرعونه به سوی توحید فرا بخوانن زمانی که موسی علیه السلام توحید ره بیان میکنه به فرعون الله ر معرفی میکنه فرعون تهمت میزنه به موسی عله اسام و هارون نبی که سخنای از اینا همه سهر است و همه انسانها را و توسط سهر به طرف خود می کشانه بالاخره بین موسی علیه السلام و فرعون اتر مشخص میشه که یوم زینه روز زینه فرعون تمام ساحرایش را جمع بکنه معلوم شود که کی راهش حقیقت است وقتی که فرعون جمع میکنه ساهرا را و مندازن امو سحرشان را مارکای بسیار کوچک میشه امر الله به موسی علیه السلام میشه که بیانداز عصایت را زمان که حضرت موسی علیه السلام عصایش را مندازه همه آن سحری که کرده بودن همش را میخوره و محو میشه و از بین میره در اینجا تعداد از ایمان میارن به رب موسی و رب هارون میگه ما ایمان آوردیم به رب موسی و رب هارون فرعون میبینه که چ گونه اناره دوباره برگردانه اژدار میته برشان که له اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلافن ثم له اصلبانکم اجمعین اگر شما توحید ره ترک نکنین یک تاپرستیره شما ترک نکنین دست پای راست شما را قطع می کنم شما را دار می زنم اما زمانی که ایمان واقعی در قلب انسان جا بگیره باز انسان انسان مبارز میشه در مقابل خرافات و شرکات استادگی می مثل اصحاب کف که رب العالمین در قرآن کریم از اونا توصیف میکنه در اینجا امی انسان هایی که ساهر بودن مسلمان میشن و باقیدیشان تعدادشان باقی میمانن و رب ما بالاخره حضرت موسی علیه السلام را موفق میسازه و فرعون با لشکرش غرق میکنه در رود نیل زمانی که فرعون غرق میشه در اوجه میگه من ایمان آوردم بر رب موسی و هارون الله میگه اکنون دیگه ایمانت فایده نداره غرقش میکنه با لشکرش و از بین میبرم یعنی انبیا علیه السلام همیشان امین بودن امانت را به اهلش سپردن قسم که جایگاه انسان امین را امروز صحبت می کردیم به میشکل شکل امانت که رسول الله صلی الله علیه و سلام به اهلش سپرد پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلام قبل از بیستش به عنوان امین در بین قریش معروف و مشهور بود و همه برش اعتماد داشتن زمانی که مشرکین مکه اذیت آزارش را به مسلمان ها زیاد میکنه و اسلام عزیز آشکار میشه امر الله میشه که پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم دعوتش را علنی بکنه زمانی که رسول الله صه توحید ره علنی بین مردم مکه بیان میکنه در اینجا مشرکین اذیت آزار ره بیشتر شروع میکنند بالاخره امر الله میشه که باید رسوللله هو حجرت بکنه از مکه معزمه به مدینه منوره در یجا امنت مردم پیش رسول الله صالههوسلم بود که پیغمبر بزرگوار اسلام ص اههوسلم پسر کاکایش و داماتش که حضرت علی مرتضا رضیلهعنه بود امانتها را نزد از او مییته تا به اهلش بسپاره و حرکت میکنه پیغمبر صههوس هجرت میکنه به طرف مدینه منوره ایجا معلوم میشه که حتی کسایی که به توحید هم معتقد نبودند اما معتقد به امانتداری رسول الله صالهعلهوسلم بودن دوستها وقفه داریم و بعد از وقفه انشاءالله دوباره برمیگردیم با ما باشیم با سلام مجدد خدمت هموطنان نحت گرامی خواهر ما نوری از هرات سوال را مسج کردن که آیا شوهر حق داره که مانیش و خانه از خانه پدر و قسم یاد بکنه که اگر رفتی سه طلاق شوی سخن را اینا مسج کرده بودن خواهر گرامی خدا کنه که برنامه را انشاءالله تعقیب بکنی اول خو این ظلم هست که شوهر منه بکنه خانمش مشل پدرش و برادرش یه حق نداره که پدر است مادر است باید وقت ضرورت میشه دیدنشان بره و یک ظلم هست جفا هست نباید این کار بکنه الله ازش پرسان میکنه در اسلام عزیز تاکید به سلی رحمی شده نباید ما رابطه های اجتماعی خود را حفظ بکنیم رسول الله صلی الله علیه و میگه کسی که سلی رحمی بکنه الله دو چیز برش عطا میکنه سلی رحمی یعنی رابطی خیشاوندیش را حفظ بکنه یکی عمرش را الله طویل میکنه دوم رزقش را الله زیاد میکنه و دوم ای بسار ظلم هست ظلم بسیار زیاد است که با شرط بگذاره به طلاق اگر خانه پدرت رفتی برادرت رفتی تو سه طلاق است این ظلم ای بسار بزرگ است چون اه در فتاوای اسلامی فتاوای شامی رد المختار دو بنده همین فتاوای اهل سنت میگن که شرط در طلاق اگر شرط گذاشته شد و به طلاق واقع میشه اگر شوهر به خانه مجبور که خانه پدرت رفتی سه طلاق است سه طلاق واقعی میشه از همچون الفاظ باید برادرای ما دوری بکنن الفاظ طلاق را زود به زبانشان نیارن حتی اگر بخنده و مزا هم شوهر به خانم لفظ طلاق را بگوید طلاق واقع میشه از این بعد متوجه باشن و همچون الفاظ را در زبان نبیارن شما خواهر گرامی تیاد بکنین اگر همچون شرط را گذاشته الله برزو توفیق بده که در آینده ها همچون کار را انجام نده و شرایط را نگذاره و دیگر برادرها را هم در رابطه با جایگاه انسان امین از دیدگاه اسلام صحبت می کردیم و انسان امین به کسی گفته می که امانت را به اهلش بسپاره چه امانت مادی هست چه امانت معنوی هست وظیفه خودش یک امانت هست وظیفه که برای کس سپرده می شه این خودش یک امانت هست که باید به ای توجه شود چون یک اعرابی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و از پیغمبر بزرگوار اسلام سوال میکنه صلی الله علیه و سلم که متا ساعت چو وقت است قیامت پیغمبر خدا مکس میکنه بعدا بر جوابش میته هرگاه زمان برسه که اهل کار به اهل سپرده نشه اونمو وقت قیامت برپا میشه قیامت نزدیک میشه و میآید که وقت کار به اهل سپردنش دی ای هم انسان مسلمان دقت بکنه وقتی یک وظیفه را میگیره اگر بفهمه که نمیتانه او را به شکل درست درستش ادامه بده و او کار انجام بده غفلت میکنه الله ازش پرسان میکنه در روز قیامت حتی اکثر صحابه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر نمیشوند که او خلیفه شوند در جای والی شوند از الله میترسیدن که اینمی میشه که اینمی امانت الهی را من نتانم خوب نگه کرده و برش درست رسیدگی نکنم الله از من پرسان میکنم انسان مسلمان انسان امین خصوصیات را در خود می داشته باشه ابن قیم جوزی رحمه الله بیان میکنه که انسان امین سعی میکنه تلاش میکنه که که داریش را حفظ بکنه ولو که امانتداری مادی بوده باشه یا معنوی بوده باشه به این توجه جدی می کنم همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان می کنه که آیت المنافق ثلاث این نشانه ای انسان منافق سه چیز است ازا حد دست کذب وقتی که سخن می دروغ میگه که محدثین با شرح همیتن که عبارت از منافق عملی هست که همیشه در سخنش دروغ گفت دیده, شده دیده میشه و دروغ انسان را به گناه میکشانه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمه و گناه انسان را به جهنم میکشانه همچنان انسان که او امین هست امانت دار است از دروغ خودداری میکنه سخن راست را می زنه بعدن پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرمه که ویزا وعد اخلفه دومین خصوصیت انسان که او منافق عملی هست منافق است این هست که وعده خلافی میکنه کنه به وعدیش پابند نمی باشه سیوم رسول الله صلی الله علیه و می که ویزا تو من خانه وقتی که برش کس امانت را می او خیانت می کنه. پس امانت هم مادی شد هم معنوی شد در هر بخشی که یک کس قرار داره رهبر هست رئیس هست والی هست وظیفه ایش را بعد به با امانت داری پیش ببره وظیفه خودش یک امانت الهی هست نباید از پیشش کار سر بزنه که باز مورد ماخذه الله مطال قرار بگیره حتی والدین اینا در قبال فرزندهایشان باید امین بوده باشن امانتها را بعد نگاه بکنن حتی استادی که تدریس میکنه عالمی که تدریس میکنه در قبال شاگردایش بسا امانت ها و رازها هست که را باید فاش نکنه ای را باید نگاه بکنه که اسلام عزیز به این تاکید میکنه پس نتیجه بحث ما این هست که اسلام عزیز ارزش داده مقام داده برای انسان امین و یکی از ویژگی ها و خصوصیات انسان های بهشتی که رب العالمین از اونا راضی میشه و اونا را بهشت را نصیب میکنه امی هست که اینا انسان امین هستند امانتدان هستند هیچگاه امانت را خیانت نمی کنن. خصوصا در بیت المال توجه جدی باید بوده باشه که اگر نزد کسی هست یک امانت هست ولو که اگر موتر بوده باشه اسباب بوده باشه ای از همه ملت هست نباید یک فرد او را در زندگی خصوصیش استفاده بکنه انسان مسلمان واقعی ای را درک میکنه میفهمه که اینمی کار که امانت هست باید به این توجه جدی داشته باشه چون اسلام عزیز یک دین جامع و کامل هست تنها به یک نماز خواندن ما نمیتونیم از الله متعال خلاص شیم از حساب کتابش نماز فریزه هست ارکان اسلام هست در کنار ازی در اسلام عزیز احکامی هست مواردی هست که انسان مسلمان باید به با همه از او دقت داشته باشه الله متعال در کلامش میفرمای که یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم کافه ای اهل ایمان شما در اسلام عزیز کلا داخل شوین همه احکام اسلام عزیز را در همه عباد زندگیتان عملی بکنین با امید ازیک که انشالله همی ما توجه بکنیم که امانات را به اهلش بسپاریم در امانت چی مادی هست چی معنوی هست خیانت نکنیم از که الله متعال باز در روز قیامت ما را مورد ماخذه و باسپست قرار می در اخیر برنامه دعا می کنیم الله مطال ما را صفت امانت داری و اخلاص نصیب کن الله مطال گناه های ما را عفو کن الله مطال از عذاب جان کندن عذاب قبر عذاب آخرت همی ما را محفوظ بگردان الله مطال مسلمان ها را در هر جا که مظلوم هستند کمک کن دشمن های اسلام که قابل دهت نیست حلاکشان بگردان قصداران اهل اسلام را از قصد خلاص کن بندیان اهل اسلام را از بند خلاص کن اللهیمتال کسای که اولاد نداره باشان اولاد صالح نصیب کن کسایی که کار نداره بشان رزق حلال نصیب کن الهیمت مار با ایمان آوردی با ایمان داشته باش همی مارا با ایمان ببر وصالهتا علی خیر خلقه محمد وعلیله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین